سلام علی شیرازی هستم و امروز یک شنبه سوم شهریور همراه شما به مرور مطالب روزنامه های ایران میپردازم سفر سلطان قابوس به ایران و موضوعات اقتصادی امروز مورد توجه توجه روزنامه ها قرار گرفته و اخبار و مقالاتی را به این موضوع اختصاص دادند در همین رابطه روزنامه بهار در تیتری یک آورده مأموریت ویژه سلطان در تهران و در گزارشی در این باره آورده کلیدها یک به یک قفل ها را باز می کند مشکلات موزلات جای خود هنوز فرصت برای باز کردن آنها هست فعلا نوبت باز کردن قفل های دم دستی است قفلهایی که بی مورد زده شد یکی از آن قفل ها قفلی است که بر ساختمان جمهور کاخ سعدآباد خورد هشت سال پیش با نیت بزرگنمایی ساده زیستی خودخوانده دولت پروتکل های میزبانی از میهمان خارجی در 8 سال گذشته با انتقال محل استقبال میهمان خارجی از کاخ سعدآباد به میدان پاستور نقض شد دولت پیشین میزبانی از مهمانان خارجی در این محل را این اشرافیگری میخواند و اثبات مردمی بودن و ساده زیستی خود را در این میدید که در محلی محقر و بدون طی تشریفات معمول دیپلماتیک بین المللی از میهمانان خارجی استقبال کند. محلی که در نهایت میهمانان زیادی هم به خود ندید دولت تدبیر امید که با کلید به منظور باز کردن قفل آمده است امروز با میزبانی از نخستین میهمان خارجی خود قفل ساختمان جمهور کاخ سعدآباد را باز می کند تا از این پس همچون گذشته از میهمان خارجی جمهوری اسلامی با عزت و احترام استقبال شود سلطان قابوس نخستین مهمان خارجی دولت یازدهم است میهمانی که احتمالا تنها در راستای روابط دو جانبه به تهران سفر نمی کند این کشور همچون سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و انگلیس هم رابطه خوبی دارد همین امر هم سبب شده از چند باری نقش میانجی میان ایران ای آمریکا یا ایران انگلیس را بازی کند قاسم محب هم در مقاله در بهار با تیتر سفری نوید بخش به موضوع سفر سلطان قابوس پرداخته و نوشته روزهای بهتر درباره سفر سلطان قابوس و رابطه عمان و ایران در راه است با توجه به سابقه رابطه متقابل ایران و عمان و عمان و آمریکا میتوان حدس زد که سفر سلطان عمان به ایران به این منظور باشد که این کشور پس از این به جای ایفای نقش واسط در رابطه ایران و آمریکا نقش میزبان مذاکرات این دو کشور را ایفا کند از این رو می توان امیدوار بود سفر اخیر سلطان قابوس به ایران نیز در راستای ایفای همین نقش واسط و حمایتگر عمان در قبال ایران باشد نویسنده یادآوری کرده بخش عمده تحریم هایی که تا امروز علیه ایران وضع شده است به منظور وادار کردن ایران به نشستن بر سر میز مذاکره است و تحریم ها حاصل تصمیمی سیاسی است باید منتظر ماند و دید که چگونه پس از آغاز به کار دولت جدید تغییر می کند بهار همچنین در صفحه اول یادداشتی داره به قلم فعاد صادقی با تیتر خطرناکی بیماری احساس تکلیف او در این یادداشت نوشته از ده سال قبل تا کنون شهروندان تهرانی شهردارانی را تجربه کردند که سودای ریاست جمهوری دارند. محمود احمدی نژاد که در سال 1382 و پس از ناکامی های اصولگرایان در دوران اصلاحات سکاندار شهرداری تهران شد از ماهای نخست خیز آرام به سمت ریاست جمهوری را آغاز کرد و صدا و سیما و رسانه های اصولگرا کوچکترین حرکت وی را به بزرگترین نحو ممکن انعکاس میدادند به نوعی که در آن سالها افتتاح پروژه فراملی و وسیع اولویه وزارت نفت در صدا و سیما نقش بسیار کمرنگ تری از افتتاح پله برقی میدان هفتم تیر تهران توسط احمدی نجاد داشت. نویسنده اشاره کرده به پرداخت پول به مداهان و هیئتها در آستانه انتخابات بخشیدن عوارض و حقوق شهرداری به صورتی بی سابقه و تعطیل کردن پروژه های سنگین و هزینه بر شهرداری از جمله این اقدامات بود و بعد از پرداختن به دوران هشت ساله شهرداری باغر قالیباف به اینجا رسیده که امروز هم که برخی به عنوان گذینه های شهرداری تهران در رسانه ها مطرح شدند که سابقه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارند این احتمال وجود دارد که کابوس های گذشته شهروندان تهرانی تکرار شود. در پایان مقاله بهار آمده شهرداری تهران سمتی غیر سیاسی است که جنبه غالبان عمرانی و فنی و جنبه دوم فرهنگی و اجتماعی است بنابراین قرار گرفتن فردی سیاسی که صدای ریاست جمهوری دارد در شهرداری تهران انتخابی است که تنها نتیجه آن تحمیل هزینه های این احساس تکلیف به شهروندان مزدوم تهرانی است که ده سال است به دلیل این احساس تکلیف از ضعف سیستم حمل و نقل عمومی در تهران رنج میبرند. آرمان هم در تیتر یک صحبت های حسن روحانی رو با این تیتر نکاست داده هیچگاه توان تفکر را ترور کرد. در این گزارش آمده رئیس جمهور از تشکیل کارگروهی از سوی دولت برای شناسایی موانع رونق اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف خبر داد حسن روحانی گفت در جلسه این هفته هیئت دولت در روز یکشنبه دولت کارگروهی مشخص می‌کند که ظرف 15 روز تمامی موانعی را که در راه رونق اقتصادی اشتغال، راهندازی بنگاه های کوچک و بزرگ و تحرک اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات وجود دارد، شناسایی کند و راهکارهای مناسب برای رفع این موانع را ارائه دهد تا در جلسات بعدی هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرد به همچنین اظهار کرد هفته گذشته در دو جلسه هیئت دولت همه اقدامات لازم برای تامین کالاهای اساسی تا پایان سال را برای کشور انجام داده است و مردم در این زمینه می توانند کاملا آسوده خاطر باشند رئیس جمهور تاکید کرد به مردم وعده می دهیم که طبق وعده های قبلی حتما طی صد روز اول یا کوتاهتر اقدامات ضروری و فوری در این زمینه انجام دهیم و نتیجه کار را به مردم بگوییم روحانی در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط امروز منطقه اشاره کرد و گفت لازم میدانم نسبت به اوضاع منطقه به شدت ابراز نگرانی و تأسف کنم وی همچنین با اشاره به شرایط امروز سوریه اظهار کرد بسیاری از مردم بیگناه سوریه توسط عوامل شیمیایی مستون و شهید شدند و این تأسف بار است ما کاربرد سلاح شیمیایی را کاملا و قویا محکوم می چرا که جمهوری اسلامی خود قربانی سلاح‌های شیمیایی است اما مطلب تنز محمد حسین روانبخش در روزنامه مردم سالاری هم این تیتر رو داره نتیجه منطقی روانبخش نوشته برادر محمد جواد لاریجانی چند سالی است که کمتر از قبل سخن میگوید ولی در عوض سخن میگوید این برادر طی سه چهار سال اخیر چند باری درباره احمدی نژاد و دولتش سخن گفته که آخرینش همین دیروز بود وی وقتی ارزش این سخنان ولی وقتی ارزش این سخنان معلومتر و حتی معلوم تر می شود که سه چهار نمونه از سخنان وی را کنار هم بگذاریم و ببینیم آیا میتوان از مجموع آنها نتیجه منطقی گرفت بخوانید محمد جواد لاریجانی هفته اردیبهشت اردی به هشت 1389 حیف است که رئیس جمهور فقط دو دوره رئی رئیس جمهور است چون عملکرد احمدی نژاد در این دوره بهتر از دوره قبل بود دو محمد جواد لاریجانی یک آبان ماه 1390 من هنوز به ایشان بسیار علاقه دارم و معتقدم احمدی نژاد یک کپی اصلی دارد و یک کپی زیراکسی کپی اصلی همان است که هست و همان است که باید باشد س محمد جواد لاریجانی 13 آذر 1391 ما نباید انتقادی از دولت احمدی نژاد و عملکرد آن داشته باشیم زیرا این چیزی است که اصلاح طلبان به دنبال آن هستند چهار محمد جواد لاریجانی دوم شهریور 1392 عمل کرده احمدی نژاد به خصوص در یک سال و نیم دو سال آخر که اقتصاد را به طور کامل رها کرده و از صبح تا غروب دنبال این بود که زیر بغل آقای مشایی را بگیرد و وی را معرفی کند و کار مملکت تنها معرفی کردن آقای مشایی شده بود ضربه بزرگی به مملکت و به خصوص به رضایت مردم زد لطفا از ما نخواهید که نتیجه منطقی بگیریم ما هنوز در کف این هستیم که فرق کپی اصلی با کپی زیراکسی چیست تا بتوانیم سخن سال 90 این برادر را ترجمه کنیم آن وقت شما انتظار دارید بگوییم چطوری کسی میتواند اینقدر منطقی هم تاسف بخورد که احمدی نژاد چرا فقط دو دور رئیس جمهور است هم بگوید که عملکرد وی ضربه بزرگی به مملکت زده است در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران تیتر گوشواره روزنامه کیهان آخوندی قیمت مسکن مهر افزایش نمیابد تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد معموریت پانزده روزه اقتصادی یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه ایران آمریکا آماده حمله به سوریه شد تیتر یک روزنامه جوان محمد جواد لاریجانی شاه کلید دانستن ارتباط با آمریکا خطای بزرگ است یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه اطلاعات وزیر بهداشت بیمه ها به وظایف خود عمل نکردند یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه جمهوری اسلامی بدهی 53 هزار میلیارد تومانی دولت دهم ده به تأمین اجتماعی تیتر که روزنامه همشهری برنامه کوتاه مدت دولت برای رونق اقتصادی فضلالا یاری هم در سرمقاله روزنامه ابتکار با تیتر دیکتاتورها از آزادی چه میدانند نوشته حسنی مبارک که روزگاری در هیئت یک قهرمان بر شانه های مردمان کشورش قدم به کاخ ریاست جمهوری گذاشت سه ده از جلد آن قهرمان بیرون نیامد فکر میکرد که بهتر از همه میاندیشد و بهتر از همه عمل میکند و مردمی که او را به ریاست رساندهاند باید تودهای بیشکل باشند که با اشاره انگشت به سمت راست بروند و با تکان ابرویش به چپ در غلطند به نوشته این مقاله مبارک فرصتی پیدا کرد تا پس از سه دهه بخشی از وضعیت مخالفانش را تجربه کند طی چند ماه از یک رئیس جمهور مغرور به متهمی بدر شد که بسیار از مردم کشورش در پشت در دادگاه خواستار اعدامش شده بودند او اما در دادگاه محاکمه شد اما او سه روز پیش و در دهه نهم عمر خود از آن طرف میله ها به این طرف کوچ کرد تا وضعیتی جدید را تجربه کند آزادی سرمقاله ابتکار به اینجا رسیده که مبارک اکنون از آزادی چه میداند اگر می توانست تنها اندکی از حس و حال کنونی را در سه دهه گذشته تجربه کند آیا شمار زندانیان کشور کمتر نبود آیا سلول های انفرادی ساختمان زندان های کشورش وسیع تر نبود یا آیا اصلا بود او اکنون به نمایندگی از همه ستم پیشگان تاریخ حسی را تجربه کرده که اگر دیکتاتورها می توانستند از تحولات جهان درس بگیرند می توانست سرنوشت آنان را تغییر دهد روزنامه شرق در تیتر یک از حذف سه ده... دهک از فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده و در گزارش نوشته دولت یازدهم با تدوین بودجه 93 که قرار است در آذر ماه سال جاری تقدیم مجلس شود تکلیف یارانه نقدی دهکهای پردرآمد جامعه را مشخص خواهد کرد عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس روز گذشته از قطع یارانه سه دهک پردرآمد کشور از ابتدای سال آینده خبر داد البته علی محمد احمدی به پرداخت یارانه نقدی طبق روال گذشته تا پایان سال تأکید کند تصمیم روحانی برای قطع یارانه چند میلیون نفر از پردرآمدها برای رسیدن به هدف اصلی اجرای قانون هدفمندی و سیانت از منابع کشور شکل گرفته است البته اینکه نهایتا دولت تصمیم به حذف دو دهه که بگیرد یا بیشتر در لایه بودجه 93 مشخص خواهد شد اما بر اساس آخرین آمارها جمعیت دریافت کنندگان یارانه حدود 75 میلیون نفر است طبق تخمین های غیر رسمی دو دهه بالای درآمدی کشور جمعیتی در حدود 15 میلیون نفر خواهد بود بنابراین با در نظر گرفتن رقم 45500 تومانی در صورت حسب این دو دهک به میزان تقریبا 6 ممیز 8 هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای جبران کسری هدفمندی یارانها کاسته می شود بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس مقرر شده بود که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به میزان 50 هزار میلیارد تومان باشد که از کل آن 41 هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی، 4 هزار میلیارد تومان به دو بخش تولید و صنعت و 5 هزار میلیارد تومان از آن نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند. صادق زیبا کلام هم در یادداشتی در روزنامه شرق با تیتر اصولگران و پرسش از وزارت نوشته جایگاه وزارت اطلاعات یکی از موضوعات بسیار حساس در ساختار سیاسی نظام ماست در یک نگاه کلی وزارت اطلاعات مسئولیت امنیت داخلی و خارجی کشور را بر عهده دارد اما بعد از این تعریف کلی و عام مسئله مهم آن است که اولا حدود و صغور این امنیت تا کجاست ثانیاً مرز حساس و دقیق میان آنچه به عنوان امنیت و قلمرو امنیتی تعریف می شود آیا بر عهده خود مسئولان وزارت است یا مجلس یا قوای دیگر آنچه مسلم است و تقریبا هر نظام سیاسی در خصوص تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی خود را لحاظ می کند مسئله پاسخگویی و پاسخ بودن پاسخگو بودن دستگاه های امنیتی به یک نهاد بالاتر و موافق است ثانیا اینکه به هر حال هر قدر هم که حدود مرزهای وزارت اطلاعات گسترده باشد عملکرد آن در نهایت باید در چهارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته و ضابطه مند باشد این استاد دانشگاه در مقاله خود اشاره کرده اصل دیگر بیطرفی این دستگاه است و با اشاره به این موضوع نوشته در دوران تصدی اصولگرایان بل در دوران دولت دوم آقای احمدی نژاد فرض اصلاح طلبان بر آن بود که این اصول کلی رعایت می شود با اینکه کم نبودند مواردی که عملکرد نهادهای امنیتی از جمله وزارت اما اگرهایی بر جای می گذاشت. مقاله شرق در نهایت تاکید کرده اما اصولگرایان درست بر عکس اصلاح طلبان هنوز وزیر اطلاعات در صندلی وزارتش مستقر نشده سعی دارند گربه را پای هجله از پای در چنانکه چنان که کلام اول وزیر بلا فاصله مورد اعتراض برخی اصولگرایان قرار گرفت از جمله حجت الاسلام مهدی طائب موزگیری کرد هم نسبت به اصل نظر وزیر اطلاعات واکنش نشان داد و هم محتوای آن را به زعم خودش سخنی ابس و غیر لازم دانست و تنز آخر برنامه ستون سفید نمایی روزنامه بهار با تیتر راهبرد خشونتی به سبک فیلم اره مسعود مرشی امروز نوشته خواندیم که آقای پناهیان در سخنرانی هفتگی خود فرمودند ای کاش صدا و سیمای ما این راهبرد را میپذیرفت که جنگ منطقه و جنایات دشمن را یک مقدار بیشتر به مردم نشان میداد تا مردم بدانند دشمن یعنی چه مثلا یک مقدار به آن چند صد نفری که سر بریده شدند یا یکی یکی با گلوله کشته شدند میپرداخت تا مردم ببینند و مفهوم دشمن را درک کنند این سخنان آگاهی بخش آقای پناهیان باعث شد ما نیز به خودمان بیاییم و جسارت کرده درخواستهای خود را خدمت صدا و سیمای زرگامی ارائه کنیم البته ذکر این نکته ضروری است که ما خودمان بهتر از هر کسی واقفیم که اگر آقای پناهیان صحبتی می صلاحیتش را دارند اما ما در حدی نیستیم که جسارت کنیم اما چه می شود کرد؟ جوانی جاهل جسارت کردن اقتضای سن است. درخواست های ما از سیما جان یک ایکای صدا و سیما ما این راهبرد را میپذیرفت که فیلم های هالیوودی را بی سانسور پخش کن اگر این طور عمل میکرد مردم به ماهیت واقعی هالیوود پی میبردن و آن را میشناختن خاصیت این راهبرد این است که مردم کنجکاوانه و پیگیرانه فیلم های هالیوود را دنبال می کنند و پلان به پلان به دنبال مصادیق فساد و زوال در هالیوود می گشتند و آگاه تر می شدند و به, دش... به حال دشمن افسوس می خوردن. دو اکای صدا و سیمای ما این راهبرد را میپذیرفت که مسابقات المپیک را کامل پخش کند در این صورت مردم اینقدر شیفته المپیک نمی بودن و با مشاهده ورزش چون پاتیناج، شنا و ژیمناستیک بانوان و همینطور اقدامات غیر اخلاقی و شرماور مسئولان برگزار کننده افتتاحیه و اختتامیه به ماهیت واقعی المپیک و دشمنی دیرینه آن با ارزش های ایرانی پی می بردن. سه ای کاش صدا و سیمای ما این راهبرد را میپذیرفت که تبلیغات داروهای کچلی و زاد نیاوری متضاد زادآوری و افزایش امیال غیر اخلاقی و حتاکانه و شرکت های مرتبط با درخواست مهاجرت را هم از سیما جان پخش می زیرا با پخش تبلیغات کرم حلزون پرفکت استیپس کمربند لاغری تبلیغات یک شرکت هواپیمایی خاص و غیره مردم نیاز کمتری به ماهواره حس میکنند و اگر آن یکی دو تبلیغ را هم پخش میشد دیگر مردم کاملا از ماهواره کنده میشدند چهار ای کاش صدا و سیمای ما این راهبرد را میپذیرفت که سری فیلم های اره را از صدا و سیما پخش کنند چه حالی میداد اینطوری وای فکر کنید طرف دستش رو میکرد تو اسید آن یکی دستش را با سنگ فرز میبریدن خون میپاشید به در و دیوار یکی دستش رو تا اینجا میکرد تو چشم دیگری و کاسه درش میآورد وای خیلی خوب بود خیلی اینطوری با نحوه مواجهه با دشمنان هم آشنا می شدیم و برای به حلاکت رساندن دشمنان آموزش می دیدیم و اما کارتون های انتخابی امروز کارتون پاول از لهستان لح... در روزنامه بهار کارتون فیروزه مزفری در روزنامه اعتماد کارتون علی کاشی در روزنامه مردم سالاری کارتون محسن ظریفیان در روزنامه جام جمع کارتون سعید نوروزی در روزنامه شرق کارتون احمد اربانی در روزنامه بهار و در پایان کارتون توکا نیستانی این بود بررسی روزنامه های امروز امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا فردا ایام بکام شب روزتان خوش